سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه و خوش اومدین به یک تمرین یوگای دیگه. توی این تمرین سعی میکنیم تمام عضلات بدن رو درگیر کنیم. اگه آماده هستین بیاید روی متتون. در ابتدا به حالت کودک چایلد پوز قرار میگیریم. دستا رو میکشیم جلو، پیشونی رو میتونید بذارید روی زمین، قشنگ شکمتون رو بذارید روی رون پا و با آرومی شروع کنید دم و بازدم بگیرید. دم و بازدم. خیلی خوبه. دست ها رو میبریم به سمت راست و یک کشش خوب توی پهلوی چپ. ها رو میدم و بازدم میگیریم. میان مسند و میریم سمت چپ و یک کشش توی سمت راست بدن. خیلی خوبه. برمیگردیم وسط و میریم به حالت میز اول و بعد دست همون رو میکشیم جلو طوری که لگن بالای زانوها بمونه و میریم پایین. پیشونیمون رو میذاریم روی زمین روی مت و دست ها رو میاریم روی انگشت ها و اینجا نفس میکشیم. اگه براتون سخت رو انگوشه باشید میتونید کف دست ها رو روی زمین نگه دارید. نفس میکشیم. دم هوا رو میدیم داخل و با بازدم هوا رو خارج میکنیم. ناف رو به ستون مهره ها نزدیک میکنیم. دم و بازدم. دم و بازدم. یک بار دیگه دم و بازدم. تا آرومی دست هم رو برمیگردونیم عقب. میایم به حالت میز و میریم به وضعیت گربه و گاو. دم میگیریم، سرمون رو میبریم بالا، گودی کمر ایجاد میکنیم و با بازدم کمر گرد به سمت سقف، ناف به سمت ستون مهره. دم و بازدم. دم و بازدم. دم و بازدم. یک بار دیگه دم و بازدم. خیلی خوبه. برمیگردیم وسط و شروع میکنیم یک کم توی کمرمون پیچ ایجاد میکنیم. ستون مهرهامون رو آماده میکنیم، گرم میکنیم، جهتش رو تغییر میدیم. خیلی خوبه. برمیگردیم وسط و اینجا دست چپ رو روی زمین نگه میداریم، دست راست رو میکشیم بالا و همزمان پای چپ قشنگ صاف کشیده. دم
و بازدم. نوک انگشت ها رو دست و پا رو میاریم پایین. دم میبریم بالا. بازدم. دم. بازدم. بالا صاف پایین. دم. بازدم. دم. بازدم. دم. بازدم. دم. بازدم. دم. بازدم. خیلی خوبه. یک بار دیگه بالا نگه میداریم. یه دم و بازدم اینجا. خیلی خوبه. آروم. دست و پا رو میاریم پایین. جهت مخالف. دست چپ رو میکشیم و پای راست رو میکشیم بالا. یه دم و بازدم. دم. بالا بازدم. نوک انگشت ها پایین. بالا پایین. دم. بازدم. سعی کنید تمام مدت کمرتون صاف باشه. گودی کمر، گردی تو کمرتون ایجاد نکنید. بازدم. پایین. دم. بازدم. یک بار دیگه دم و بازدم. خوبه. میکشیم بالا. یه دم و بازدم. کمر صاف. و میاریم پایین. یه دم و بازدم اینجا میگیریم. خیلی خوبه. حالا ازتون میخوام که یک بار دیگه دست راست رو بکشید بالا و پای چپ. دم میگیریم و بازدم. زانو به آرنج میرسه. دم. بازدم. قشنگ نفستون رو بدین بیرون. ناف رو به ستون مهره نزدیک کنید. پنج. شش. هفت. هشت. نو. ده. صاف و کشیده نگه می‌داریم. دم و بازدم. خیلی خوبه. حالا دست راست رو میاریم پایین. پای چپ رو بالا نگه میداریم. زانو رو خم میکنیم. دم میگیریم. بازدم. حرکت های ضربانی انجام میدیم. کمر صاف. فقط پا از ناحیه عضلات لگن و باسن میره بالا. دم و بازدم. خیلی خوبه. صاف و کشیده نگهش میداریم و یک بار دیگه زانو رو خم میکنیم و شروع میکنیم با نوک زانومون توی هوا دایره کشیدن. میاریم جلو به سمت آرنج. بلند میکنیم به سمت بغل. میبریم عقب. دم و بازدم. سه. چهار. پنج. شیش. جهت مخالف. دفعه میبریم عقب. بغل و بعد جلو. سه. چهار. پنج. و شش.
یک بار دیگه میبریم بالا، صاف میکنیم و بعد خم میکنیم و زانوی خم پای چپ رو میاریم به سمت بغل، نگه میداریم. یک، دو، سه، چهار و پنج و آروم میاریمش پایین. نگاه کنید چه حسی توی لگنتون دارید، چه حسی توی پاهاتون دارید. میتونید برای چند لحظه بیان روی پاشنه پا بشینید، به دستاتون، به مچ دستاتون یکم استراحت بدین. تا بعد سمت دیگر انجام بدیم. میام به میز و این بار دست چپ و پای راست رو میکشیم بالا. کمر رو صاف نگه میداریم. دم میگیریم. با بازدم زانو به آرنج. دم. بازدم. دم. بازدم. دم. بازدم. دم. بازدم. هفت. هشت. خوبه، میکشیم بالا، نگه میداریم، دم و بازدم. دست چپ رو میاریم پایین، در پای راست بالا، زانو رو خم میکنیم و باز یه سری حرکت های ضربانی انجام میدیم. پا رو از ناحیه عضلات لگن و باسن میکشیم بالا، دم و بازدم. دو، سه، چهار، تلم کن کمر صاف، پنج، شیش، هفت، هشت، نو، ده. خیلی خوبه، بار صاف میکنی، یه دم و بازدم، خم میکنیم و میبریم به سمت راست و شروع میکنیم دوباره دایره کشیدن با سر زانو. یک، دو، سه، چهار، پنج و شیش، جهت مخالف. یک، دو، سه، چهار و پنج و شیش. خیلی خوبه، پارو صاف میکنیم، یه دم و بازدم و بعد زانو خم میبریم به سمت راست و نگه میداریم. یک، دو، سه، چهار و پنج و میاریم پایین. بیاییم به حالت میز، کتن کودم و بازدم توی این حالت نگه دارین. قشنگ پشتتون رو گرد کنید و بعد رها کنید. باز دوباره میتونید بیاید روی پاشنه پا یا استراحت به مچ دستتون بدین و بعد میایم به میز، میریم روی انگشتای پا، زانو رو بلند میکنیم، اینجا نگه میداریم. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نو، ده. آروم میریم و سگ سر پایین. دم و بازدم. نفس میکشیم. خیلی خوبه. پای راست رو میکشیم بالا، دم
جایی که براتون ممکنه بازم میارین جلو بین دست ها و بلند میشیم به های لانج. دست ها رو میکشیم بالا. دم و بازدم. از حرکت های لانج میریم به لو لانج. میتونید زانوتون رو بذارید زمین اگه میخواین. میتونید هم بالا روی سطح مت نگه دارید. پس بالا های لانج، لو لانج. دم و بازدم پایین. سه، چهار، پنج، شیش، هفت، هشت، نو، ده. میایم بالا. با آرومی میچرخیم به جنگجوی دو یا وریر تو. شکم ناف رو به سمت ستون مهره ها میبریم. دست ها به طرفین. دم و بازدم. یک، دو، سه، چهار و پنج. به آرومی از وضعیت وریر تو توی همون حالت پای راستمون رو صاف میکنیم، پای چپ رو یکم خم میکنیم و میایم به حرکت ساید لانج. لازم نیست تا پایین بریم، همینجا نگه میداریم. دست ها رو میتونیم به طرفین نگه دارین اگه نیاز دارین. نوک انگشت ها روی زمین بذارید یا روی آجر. یک، دو، سه، چهار و پنج. برمیگردیم به وریر تو و بعد آرومی دستا رو میچرخونیم میاریم پایین به پلانک. دم، آروم بازدم. میایم به چاتورانگا. میایم بالا. دم و بازدم. سگ سر پایین. نفس میکشیم. سه، چهار و پنج. و آرومی پای چپ رو میکشیم بالا. دم و بازدم. میاریم بین دست ها. بلند میشیم به های لانج. دست ها کشیده دو طرف گوش. دم، بازدم. میریم به لو لانج یا زانو روی زمین یا بالای مت. بالا. دو، سه، چهار، پنج، شیش، هفت، هشت، نو و ده. و میایم بالا به های لانج و میچرخیم به وریر تو. دم و بازدم اینجا. یک، دو، شکم داخل. سه، چهار و پنج. و آرومی زانوی چپ صاف. توی همون حالت پا زانوی راست رو خم میکنیم. میایم به حرکتی شبیه ساید لانج. دست ها میتونه به طرفین باشه یا باز روی زمین. یک، دو، سه، چهار و پنج. برمیگردیم به وریر تو. دست ها دو طرف پا. پلانک.
دم بازم چاترانگا، دم بالا کبرا یا سگ سر بالا، بازم سگ سر پایین. نفس یک دو خیلی خوبه. پای راست رو میاریم جلو، بلند میشیم میاییم بالا، به خواهیم بریم به وضعیت مثلث. پس وضعیت پاها به همون حالت وضعیت جنگجوی دوه، غیر اینکه پای راستمون، پای جلویی، زانو صافه، انگوشت ها به سمت جلوی مد، انگوشت پای راست، انگوشت پای چپ به سمت جانب مد، دست ها به طرفین، دم و بازدم. خودمون رو میکشیم به سمت جلو و بعد پایین. میایم به وضعیت مثلث. یا تریکوناسانا میتونید دستتون رو روی ساق پا نگه دارید، یا روی مچ پا، یا انگوشت های پا. دست چپ به سمت بالا کشیده، میتونید از آجر هم استفاده کنید. دم و بازدم. توی وضعیت دستتون رو نگه دارید که قفسه سینه به سمت زمین نچرخه. دم و بازدم. سه چهار و پنج. آروم این بالا و جهت پا رو عوض میکنیم. پای راست میچرخه، انگشت پای راست به سمت جانب مد، پای چپ میچرخه به سمت عقب مد، یعنی انگار میخواییم وریر تو رو با سمت چپ انجام بدیم. دست ها به طرف این کشیده و با آرومی به سمت چپ مایل میشیم و بعد به سمت پایین پاها. دست راست بالا، باز دوباره دست چپتون رو هر جایی که براتون راحت تره، کشش پا براتون خوشایند تره نگه دارید و همچنین قفسه سینه به سمت زمین نچرخ. دو سه چهار و پنج و به آرومی بلند میشیم، میایم بالا، پاها رو میچرخونیم به سمت انگوشت های پا به سمت جانب چپ مد، پاها صاف و از اینجا آروم دست رو میزنیم روی لگن، خم میشیم به سمت جلو، میتونید دست رو روی لگنتون نگه دارید یا بیارید پایین، ساق پا یا مچ پا رو بگیرید، سر رو به سمت زمین رها کنید. حواستون باشه کمرتون پشتش گرد نشه. دم و بازدم. خیلی خوبه. و آرومی دست رو میذارید روی لگن، دم میگیرید میایید بالا و بازدم، هوا رو میدیم بیرون. دم و بازدم اینجا. آروم یک بار دیگه دست ها رو میبریم پشت بدن، قلاب میکنیم، میکشیم به سمت عقب و با آرومی خم میشیم به سمت جلو. اگه براتون این وضعیت سخته، دستتون رو همچنان بذارید روی لگن و خم شید به سمت جلو. ما میریم پایین. تا
دم و بازدم. نفس میکشیم. خیلی خوبه. آروم 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 دم بگیریم، میایم بالا. هوا بازدم. دست ها رو رها میکنیم. دم رو بازدم میگیریم. خیلی خوبه. حالا انگشت های پا رو به سمت طرفین، به سمت جلو و عقب مت میچرخونیم. پاشنه پا به سمت داخل، زانوها خم و میاییم توی وضعیت گادس یا الهه. دست ها رو روی زانوها نگه میداریم. دم و بازدم. و بعد آروم کتف راستمون رو میاریم به سمت پایین، یه پیچ به سمت چپ. دم و بازدم. برمیگردیم وسط و جهت مخالف رو انجام میدیم. کتف و شونه چپ به سمت پایین، یا پیچ به سمت راست. نفس میکشیم. خیلی خوبه. آروم برمیگردیم وسط. دست ها رو به سمت طرفین نگه میداریم. کف دست ها به سمت آسمان. نفس بکشیم. یک دو سه. شکم داخل. چهار پنج شش هفت هشت نو و ده. و آرومی میاییم بالا. دستا رو میکشیم بالا، دم میگیریم و میاریم پایین کنار پاها. یک دم بازدم دیگه. میاییم به سمت جلوی مت. دم. دست ها بالا و با بازدم خم به جلو. دست ها رو به زمین میرسونیم. میتونید زانو رو خم کنید یا با پاهای صاف. پشت انگشت های ببخشید با انگشت دستتون انگشت شست پا رو میگیرید. پاها جفته تقریبا اندازه یه عرضه آجر تقریبا از هم فاصله. دم میگیریم و با بازدم به سمت پایین و پاها خودمون رو میکشیم. دم و بازدم. خیلی خوبه. آروم دست ها رو رها کنید. دست ها رو زمین تا نیمه بالا. دم. بازدم. خم به جلو. دست ها کف دست ها روی زمین. میریم به پلک. دم. و با بازدم. سگ سر پایین. چاتورانگا و بعد سگ سر بالا. سگ سر پایین. دم و بازدم. اینجا هست اگه سر پایین میریم به حرکت دولفین. آرنج ها رو میذاریم روی زمین. ساعد دست روی زمین. دم میگیریم. اگه پاشنه پاتون بلند شد مسئله نیست. دم میگیریم.
و با بازدم آروم سر و قفسه سینه رو میاریم جلوتر، تقریبا بینیمون بالای انگشت های شستمون که رسید، بازدم و دم، برمیگردیم به دلفین. بازدم دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده. خیلی خوبه. برمیگردیم به دلفین و بعد زانو رو میذاریم زمین و از اینجا بلند میشیم به میز و بعد دست ها رو میکشیم جلو. میخوام لگم بالای زانو بمونه و آروم بینی و چونه یا پیشونی رو میرسونیم به زمین. میام به وضعیت پاپی پوز. اگه براتون امکان پذیره چونه و قفسه سینه رو هم به زمین میرسونیم. دم و بازدم. اگه براتون سخته توی وضعیت کودک یا چایلد پوز بمونید. خیلی خوبه. آروم میایم بالا، دستا رو میاریم عقب. وضعیت میز یک بار دیگه حرکت گربه رو انجام میدیم، چونه به سینه نزدیک. برمیگردیم وسط، یه دم بازدم و ازتون میخوام که آروم بیایید به پاهاتون رو بیارید بین دست ها، بیارید جلو به سمت دست ها ببخشید. و بعد میخواییم با هم دیگه حرکت کلاغ رو تمرین کنیم. کف دست ها رو روی زمین قرار میدیم، زانوها رو خم میکنیم و میاریم پشت بازوها یا زیر بغل. وقتی که اینجا چفتشون کردیم به سمت یک نقطه نوک مت نگاه میکنیم. خیلی آروم وزن پاها رو در واقع میذاریم روی زیر بغلمون یا پشت بازوها. میایم به وضعیتی شبیه چاتورانگا و آروم یک پا رو بلند میکنیم، نگه میداریم. میتونیم اون یکی پا رو هم زمان بیاریم بالا یا اینکه پاها رو به صورت یکی یکی جا به جا کنیم. دم و بازدم میگیریم هر جا که هستیم، یا با یک پا بالا یا با دو پا بالا. یک دو سه چهار پنج. میایم پایین، به مشت دستتون یه استراحت بدین. خیلی خوبه. و حالا ازتون میخوام که به وضعیت میز برگردین و همین جایی که دستاتون قرار داده خیلی آروم میرید به وضعیت شبیه چاتورانگا. بعد تاج سرتون رو میذارید روی زمین. اگه هدستند
یا ایستادن روی سر توی تمریناتتون هست با من تمرین کنید. اگه نه میتونید حرکت کلاق یا حرکت دیگه ای رو که دوست دارید انجام بدین یا حتی تو وضعیت چایلد پوز بمونید. وقتی که تاج سر رو گذاشین روی زمین آروم قدم میزنید به سمت جلو و خیلی آروم زانوها رو میارید پشت بازو قرار میدین. اول از همه میخوام ازتون که این وضعیت رو تمرین کنید. یه چیزی شبیه کلاق با حالت وضعیتی که سر روی زمین قرار میگیره. آروم پاها رو برمیگردونید زمین. توی چایلد پوز قرار میگیرید. خیلی خوبه. یک بار دیگه باز از وضعیت میز میخوام یه مثلث بسازید با تاج سرتون و مچ دستاتون و از این وضعیت سر رو تاج سر رو میذارید روی زمین، پاها رو بلند میکنید، قدم میزنید به سمت دست ها، زانوها رو پشت بازو قرار میدین، خیلی آروم هر موقع آمادگیشو داشتین پاهاتون رو بلند میکنید و میارید بالا. اوپس، هیچ اشکالی نداره. اگه نیاز دارین کنار دیوار تمرین کنید. یک بار دیگه نفس میکشیم، خیلی آروم پاها رو خم میکنیم یا آرومی نوک انگشت‌ها رو میرسونیم به زمین و از همه میریم به وضعیت چایلد پوز. نفس میکشیم، اجازه میدیم که خونی که به سمت سر رفت و تجمع پیدا کرد برگرده به بدن. خیلی خوب، آروم بیم بالا. خب از ازم میخوام که وضعیت نشسته قرار بگیرین. پای چپ رو دراز نگه دارین، پای راست پاشنه پای راست به سمت لگن و با آرومی دست چپ رو به انگشت پای چپ یا لبه خارجی پای چپ میرسونیم یا حتی مچ پا. دست راست رو کنار گوش میکشیم بالا و یک کشش خوب سمت راست بدن. نفس میکشیم، آرومیم بالا. یه نفس عمیق و پاهامون رو عوض میکنیم. این دفعه پای راست رو صاف و کشیده نگه میداریم و پاشنه پای چپ داخل لگن. با انگوش های دست میتونید شست رو بگیرید یا لبه خارجی پا و دست چپ کنار گوش، یک کشش خوب سمت چپ بدن.
آروم میام بالا. خیلی خوبه. دو تا پا رو صاف و کشیده نگه میداریم، به طرف این میکشیم. و از اینجا گوشت های پا به سمت بالا، دست ها رو میذاریم روی زمین، آروم میایم پایین. میتونید روی کف دستاتون بمونید یا بیایید روی ساعد دست. دمو بازدم. اگه براتون مقدور پایین تر برید، میتونید پیشونیتون رو به زمین برسونید. رو جمع میکنیم، دستمون رو میذاریم پشت بدن، پاها رو به سمت زانوها رو به سمت چپ و راست میبریم. خیلی خوبه. و ازتون میخوام که دراز بکشید روی مت، همینجوری که زانوهاتون خم هستش پا رو بیارید بالا، پا رو ببرید به سمت راست. نگاهتون به سمت چپ، شونه چپ روی زمین. خیلی آروم تمرینی که گذروندین رو مشاهده کنید، وضعیت هایی که بدنتون حس کرد. آروم پاهاتون رو بیارید بالا، ببرید به سمت چپ و دست راست روی زمین. نگاه به سمت راست، وضعیت هایی که بدنتون تجربه کرد، حسی که از تمرین ها گرفتید. اگه تونستین تمرینی رو انجام بدین، اگه نتونستین، اگه حس کردین تعادل ندارین، اگه حس کردین انرژی بدنتون یا زیاد نیست یا حتی انرژی زیادی تو خودتون حس می کردین، و تمام این افکار و احساساتتون آگاه باشید. نارون پاها رو بیارید بالا، بذارید روی زمین، کف دستا رو بذارید روی رون پاتون و انگار که میخواید رون پاتون رو به سمت پایین هول بدید. یه کشیدگی خوب توی بالا تنه. خیلی خوبه. آروم رها کنید. بسونید پاهاتون رو صاف نگه دارید. اجازه بدید بدنتون توی یک حالت رها قرار بگیره. چشماتون رو ببندید و برای چند لحظه توی این حالت بمونید. و آگاه باشید به احساساتی که توی بدنتون جاری بود، جاری شد. اگه احساس ناکامی داشتین، اگه احساس خشم تجربه کردین، یا اگه احساس کردین که چرا من نمیتونم این حرکت رو انجام بدم، همه اینا کاملا طبیعیه. همه
همه اینا یه جوری ناشی از اینه که شما میخواین اون حرکت ها رو انجام بدین. ما فقط نیاز به یه مقداری زمان هست تا بدنتون به وضعیت ها عادت کنه، تا عضلاتتون به حرکت های جدید آشنا بشه. و یادتون باشه که این حس ها برای یک کسی که تازه کاره یا تازه میخواد شروع کنه، فقط این حس ها برای اون نیست، بلکه برای کسی که شاید 10 سال هم یوگا کرده باشه همچنان ایجاد میشه. بدنتون رو ببینید، دوستش داشته باشین و ازش تشکر کنید به خاطر تمام حس‌های خوبی که بهتون میده. یه نفس عمیق بکشیم. دست و پاتون رو تکون بدین، به آرومی به یک سمت بچرخیم. خیلی آروم بلند شید. پاهاتون رو نوازش کنید، بازوهاتون رو نوازش کنید، کف دست ها رو روی هم بمالید، گرم کنید و بذارید روی چشماتون، پلک بزنید و چشما رو باز کنید. خیلی ممنونم که توی این همراه هم بود، توی این تمرین همراه هم بودین و تمام حرفایی که زدم رو خواهشم بهش توجه کنید. امیدوارم که بازم روی مت ببینمتون و خیلی خوشحالم از این که این تمرین رو با شما به اشتراک گذاشتم. برام نظراتتون رو بنویسید، من حتما اونا رو میخونم و بازم مرسی که همراه هم بودین. روز خوبی داشته باشین و خداحافظ.